بیش از یک دهه از زمانی که متولیان میراثی پایگاه میراث جهانی شوشتر را به دلیل وضعیت سازه‌هایش به عنوان بحرانی ترین پایگاه جهانی کشور معرفی کردند می‌گذرد. مدت زمانی که اتفاقات مختلفی مانند وقوع سیل سراسری 3 سال قبل این سازه ها را آسیب پذیرتر از قبل کرد. هرچند هشدارها درباره وضعیت نامطلوب دیواره غربی سازه های شوشتر به پیش از زمان وقوع این سیل برمیگردد. انتشار خبر رانش دیوار و ریزش بخشی از جداره غربی سازه های جهانی شوشتر، آن هم کمتر از 1 ماه بعد از تأکید مدیر کل میراث خوزستان برای لزوم قطع فوری آب و رطوبت در حال نفوذ به این دیواره، فقط توانسته تا امروز توجه‌ها را بیشتر به سمت این محوطه جهانی شده جلب کند. آنچه کنوانسیون‌های بین‌المللی روی آن تأکید دارند، امنیت و سلامت جانی انسان‌ها و گردشگران در هنگام بازدید از مجموعه‌های تاریخی است. اتفاقی که می‌تواند در سازه‌های آبی شوشتر برعکس باشد و به همین دلیل نیازمند لزوم توجه میراث فرهنگی به تعهدات جهانی است. اما به نظر می‌رسد متولیان میراثی تا امروز بیشتر درباره برطرف کردن مشکلات این محوطه جهانی حرف زدند تا اینکه قدم‌های سازنده‌ای در این زمینه بردارند. ریزشی رانشی از سمت دیواره غربی صورت نگرفته، اگرچه زنها رو متوجه کرد، زنها رو باز متوجه سازهای آبی تاریخی کرد، ولی این به این معنا نیست که 400 متر طول ترانشه دیواره غربی سازهای آبی تاریخی شوشتر یک زنگ خطر نیست. بلکه سالهای اخیر که بارها هشدار داده شد در خصوص وضعیت بحرانی فاضلاب و دقیقا از سال 97 هم بود که زنگ خطر رانش دیواره غربی سازهای آبی تاریخی شوشتر به طور جدی به صدا در اومد و این تهدید رو متوجه سازهای آبی تاریخی کرد و از اون مقطع بود که خود وزارت، یعنی سازمان وقت میراث که میشه الان وزارت خونه، و اداره کل میراث فرهنگی خوزستان و پایگاه جهانی سازهای آبی تاریخی شوشتر و سازمان ها باید بدونن که این موضوع به تنهایی ربط به میراث فرهنگی نداره، یعنی ربطی به تنهایی ربطی به پایگاه سازهای آبی تاریخی، اداره میراث فرهنگی شوشتر، اداره کل و وزارتخونه نداره، بلکه یک موضوع بین بخشی و باید بخش‌های متعددی بیان رفع اشکال بکنن. شما با یه شهر سر و کار داری که میراث فرهنگی باش در هم تنیده است. سازهای آبی تاریخی شوشتر فقط در یک نقطه نیست، در ده ها نقطه شوشتر این سازهای آبی تاریخی وجود دارن که ما الان میبینیم تعداد مثلا 14 اثرش مثلا ثبت جهانی شده. خب این 14 اثر یه جا که متمرکز نشده، در کل شهر به مانند یک زنجیره، به مانند یک تصویر به همدیگه متصل هستن. هر کدومشون دوچار مشکل بشه، بخشی از شهر شوشتر رو دوچار عیب و ایراد میکنه. نقطه بحرانی این سازهای آبی تاریخی 400 متر طول ترانشه دیوار غربی هست. خب پس در واقع زمانی که این خبر منتشر شد، این خبر در اون زمان واقعیت نداشت، ولی قبل از اون در طول چند سال گذشته این اتفاق افتاده، درسته؟ بله بله، به همه این تهدیدات طی سالهای مختلف تجمیع شده. در سال 97 زنگ خطر رانش دیواره غربی سازهای آبی تاریخی شوشتر به جد به صدا در اومد. خبر دارم که دیروز یک جلسه فنی در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، طرح ارائه شده بود، اونجا حدود 95% طرحم ارائه شده، مطالعات کامل انجام شده، شرح خدمات هم انجام شده. قرار آذر ماه فکر می‌کنم نیمه های آذر قرار شورای فنی وزارتخونه تشکیل بشه و نسبت اجرایی کردن کار و رفع خطر کردن یه اقداماتی صورت بگیره.